با عرض سلام و تقدیم ارادت حضور شما بینندگان ارجمند، با سلام و درود حضرت حق به روان پاک اشرف انبیا، به آیه جدیدی در این بخش از قرآن مجید می‌پردازیم. آیه شماره 236 از سوره دوم قرآن، اتاق فرمان با مهری که دارند لطف میکنند و این آیه شریفه رو روی پرده شبکه قرار میدن و ما رو میشنویم و واژگان رو بعد از تلفظ میبینیم که یک به یک حرکت میکنند و بعد در موردش با شما صحبت میکنیم. با ما باشید. لا جناح عليكم إن طلقتم النساء ما لم تمسوهن أو تفرضوا لهن فريضة ومتعوهن على الموسع قدره وعلى المقتر قدره متاعا بالمعروف حقا على المحسنين. با سلام مجدد، در متن آیه می آید که لا جناح علیکم ان طلقتم النساء ما لم تمسهن او تفرضوا لهن فریضه. قبل از اینکه درباره این آیه و ادامه اینکه در موضوع شرایط ابطال عقد قبل از وقوع ازدواج با شما صحبت بکنیم، یعنی شرایطی که عقد واقع شده ازدواج واقع نشده و می‌خواهیم که این عقد رو که انجام تعهد شده ولی ازدواج انجام نشده، این عقد رو می‌خواهیم باطل بکنیم. موضوع این آیه درباره شرایط عقدی است که به ازدواج نگراییده. مشکلاتی که در این آیه وجود دارد تعبیری است که از زواج در مقابل عقد نکاح می‌شود، یعنی تشخیص این امر که چه چیزی انجام یا تمتع از قرارداد محسوب می شود. چون عقد نکاح مثل هر عقد دیگری قرارداد است و قرارداد تابع یک فرمول و تابع یک اصولی است در قرآن، به خصوص قراردادهایی که بایلدرال هستند، قراردادهایی که دو پله‌ای هستند، قراردادهایی که یک پله‌ای نیستند، مثل خرید نان که در مثال‌های دیگر بیان کردم که شما موقع خرید نان هم تعهد می‌کنید هم انجام تعهد می‌کنید. تعهد می‌کنید که من یک نان می‌خرم، همون زمانی که تعهد می‌کنید تعهد رو انجام می‌دید، پول نان رو می‌دید، نان رو می‌گیرید، ولی در دل این خرید و فروش یک تعهد و وفای به عهد وجود داره. من نان میخرم، لازم نیست بگید، دستتون رو که به نان میبرید و پول رو که به دست نانوا میدهید این کار رو دارید انجام میدید. تلویحا میگویید که من پیشنهاد میکنم که این نان تو را یک دلار بخرم و او هم میگوید من هم پیشنهاد تو را قبول میکنم و نان رو به یک دلار میفروشم. نمیگویید اینها رو، ولی دارید اینها رو بیان میکنید. دستتون رو که دراز میکنید پیشنهاد میکنید، او هم دستش رو دراز میکنه پیشنهاد میکنه. به محض اینی که دست شما دراز میشه نان رو میگیرید، دست اون دراز میشه پول رو میگیرید. هم تعهد میکنید هم انجام تعهد میکنید در یک زمان، در یک مرحله. به این نوع قراردادها همونطور که ساعت پیش گفتم میگویند یونی لدرال کانترکت، کانترکت های
یک پله‌ای، یک مرحله‌ای رد رو پله. قراردادهای نوع دیگری هست که تعهد و انجام تعهد، promise and performance، اینها از هم فاصله داره. یعنی شما در یک جایی تعهد میکنید، در یک جایی این تعهدی رو که امروز تعهد کردید 6 ماه دیگه انجام میدید. فاصله داره تعهد و انجام تعهد. قراردادهایی هستند که پرامیس و پرفورمنس اینها در هم ادغام شدن، مرکب هستن با هم، مثل خرید نان. قراردادهایی که بایلترال کانترکت هستند، در قرآن از اونها به نام دین معجل، عجل یعنی زمان سر رسید، به عنوان دین هم یعنی قرارداد، بدهی، تعهد، یعنی قراردادهای زمانداری که قراری که گذاشتن در اون زمان باید انجام بشه. یعنی عامل زمان همراه قرارداد حرکت میکنه و این قراردادها که خواهیم رسید به نظرم در آیه 289 باشه، خیلی دور نیستیم. ما الان بگید که 30 تا 60 تا آیه عقب هستیم. انشاءالله اگه روزی 2 تا 3 تا آیه، 2 تا آیه 3 تا آیه بتوانیم بخوانیم، انشاءالله در 10-20 روز آینده خواهیم رسید. یکی از آیه های فوق العاده مهم قرآن است. خیلی هم دربارش نامردمی شد. در اونجا میگوید که دینی که دارای اجل باشد، دارای سررسید باشد. همه قراردادهایی که دارای اجل است، دارای سررسید است، زمان مخصوصی دارد که در اون زمان یا قرارداد باید تمام بشه یا تعهدات باید انجام شده باشه. در این قراردادهایی که زمان دار است، یعنی تعهد به یک زمانی وصل میشه. توجه ما باید به این موضوع باشه که خیلی مهمه این که قبول قرار داد، قبول تعهد یا قول به تعهد یا پرامیس که به تعهد میدیم، با اجرای تعهد یا پرفورمنس در تعهد فاصله داره. به اینها میگوین زماندار. قراردادهای زماندار باید نوشته بشه و کتبی باشه و در کلام الله مجید نسبت به این موضوع حساسیت فوق‌العاده ای نشان داده شده و به جزئیات در مورد اون صحبت شده. آیه 282 هست، نه 9، اشتباه گفتم من. در آیه 282 میگوید که یا ایها الذین آمنوا اذا تدانیتم، ای کسانی که ایمان دارید، چون تدانیتم یعنی دینی رو پذیرفتید. یعنی چه؟ یعنی تعهد کردید، یعنی تعهد کردید، یعنی تعهد در چارچوب قرارداد باید باشه و الا تعهد معنی نداره. میگوید که ای کسانی که ایمان دارید، اگر در یک عقدی، در یک قراردادی پذیرش کردید تعهدی رو و در واقع بدهکار انجام یک تعهدی شدید، تدانی هم یعنی که یک دینی رو قبول کردید، گفتید من این خانه شما رو رنگ میزنم، این دین قبول کردید دیگه،
اگر تدا نیتم، اگر که قبول دین کردید، به دین الى اجل مسمى، قبول تعهد کردید به قبول بدهی که الى اجل مسمى، به طرف سررسید اسمدار و معینی باشه. قراردادهای مدتدار که مدت آن معین شده است، فکتبوهو، باید نوشته بشه و بعد کاتب بایستی که بر اساس عدالت باشه، کاتب باید که اون چرا که به او دیکته میکنند و بقیه آیه. و همین آیه است که میگویند حق شهادت زن نیم مرد است و شهادت دو زن برابر یک مرد است. ما اون رو هم بررسی میکنیم، ولی از قبل این خبر رو برای شما دارم که تحت هیچ عنوان در اون آیه این مفهوم و این معنا مستفاد نمیشه که شهادت دو زن برابر با شهادت یک مرد باشه، که این رو تعمیم میدم. اولا که اون قرارداد و شهادتی که مربوط به اون قرارداد میشه در امور مالی، در امور جنایی نیست و موضوع شهادت و اعتبار شهادت در موضوعات مالی و در موضوعات جنایی، در موضوعات کیفری، در موضوعات تنبیهی، اینها با هم دیگه خیلی تفاوت میکنه. و در این مورد نسبت به قراردادهای مدنی، قراردادهای پولی، قراردادهایی که جنبه جنایی نداره و تقریبا تابع قوانین مدنی است، در مورد اون قراردادها صحبت میکنه و میگوید در اون قراردادها، چون باز کردیم این رو به صورت خلاصه عرض میکنم، که میگوید که این قراردادها باید دوتا امضا داشته باشه، ترجیحاً باید دوتا مرد امضا بکنن. اگر هستن دوتا مردی که واجد شرایط باشن، اول دفعه به اونها باید گفت که بیاید امضا بکنن. زیر قرارداد رو امضا میکنن، میگن چی؟ ما شاهد بودیم که این آقا این خانه رو به این آقا فروخت. امضا میکنن میرن. ممکنم از هیچ کار به دادگاه نکشه، همه کیس ها که به دادگاه نمیره، شاید هم بره دادگاه بره، شاید هم وقتی به دادگاه رفت موضوع حل باشه، احتیاجی به نباشه که شاهد بره به دادگاه. ممکن هم هست که شرایطی ایجاب کنه که شهود رو به دادگاه بخوان و بگن که شاهد بیاد به دادگاه توضیح بده. اینا الان جور و واجور حرف میزنن. این میگه من 100 دلار قرار بود بدم، درست نوشتم 100 دلار، ولی نه خیر، شما 200 دلار بعدن گفتیم میدم، خودت هم گفتی به این حضرت عباس من 200 دلار میدم. قاضی نمیفهمه باید چی کار بکنه و اینها. میگه کسی هم دیده که اونجا بوده، شما قرارداد میبسین، میگن این دوتا شاهد بودن، این زیرم امضا کردن. میگه برید اونها رو بیارید. خیلی وقتا هم هست که قضیه حل میشه، اصلا احتیاجی نیست که اون شهود رو با خودشون بیارن. وجود شهود در قراردادهای مدنی نقش خیلی بزرگی بازی نمیکنه. برای اینکه اگر امروز من با یک کسی قرارداد بستم، دو تا شاهد آوردیم، این شاهدها پس فردا مردن، رفتن زیر خاک، بمبی افتاد روشون، در خیاب جاده رد میشدن، مثل همین 30-40 نفری که الان کشته شدن تو اخبار میدیدم، همینطور میشن. اون وقت چه کار میکنن؟ قرارداد باطل میشه؟ قرارداد باطل نمیشه که. شهادت پس اولا حقی به اون معنا ایجاد نمیکنه. شهادت یک مقداری ذهن قاضی رو روشن میکنه که قاضی به اعتبار ادعا نگاه میکنه. شهادت در اون حد کار میکنه. شهادت قضاوت نیست. شهادت کمک میکنه به قضاوت، ولی خودش قضاوت نیست. در اون آیه میگوید که دوتا مرد انتخاب کنید. اگر دوتا مرد نبود، البته قرآن این قسمت رو دیگه نمیگه، هیچ در اونجا اصلا یک مرد هم پیدا نمیشد. دیگه چیز واضح رو قرآن نمیگه. خب چیکار میکردید در اینجا؟ اگر غیر از نرم معمول بود، قرآن میگه اگر دو مرد نبود یک مرد،
و دو زن که گفته، و اگر یک مرد هم نبود سه زن انتخاب میکردید. بالاخره دو تا یا چهار تا زن انتخاب، ببخشید چهار تا زن انتخاب میکردید، چون نصف میکردید میشه دو تا شاهد. همچی چیزی نگفته. پس اگر بخوایم جمله رو کامل کنیم از نظر لغوی نه از نظر مطلب، قرآن کامل هست، برای فهم قرآن بخوایم کام برای ذهن خودمون کامل کنیم، میگیم که برای شهود یا دو تا مرد یا دو تا زن و یا یک مرد و دو زن، یک مرد و یک زن میگه نمیشه. چرا؟ برای اینکه وقتی این کار به شهادت میرسه، اگه نمیرسه که خب نمیرسه، اصلا تمام شد، اختلافی ندارم، حالا به اختلاف برخوردم، قاضی میگه برید اون دوتا شاهد رو بیارید. سه تا شاهد نیستند، چون قرآن نگفته یک مرد و دو زن رو بیارید برای شهادت، گفته وقتی که کار به اختلاف میرسه، قاضی اگر که به گفتار اون دو نفر، به دو تا شاهد داره اشاره میکنه که رفتن به دادگاه، از اون دو تا شاهد پرسید که خانم این آقا راست میگه، گفت بله بله، از اون آقای شاهد پرسید که این خانم راست میگه، گفتن آخر دروغ میگه، خود شهود بینشون اختلاف ایجاد شد. اگه اختلاف ایجاد نشه، یک مرد و یک زن برای شهادت کفایت میکنه. اما اگر بینشون اختلاف شد، زن و مردی که شاهد هستن خودشون با هم شروع کردن به اختلاف ورزیدن، اون وقت قاضی میگه برید اون نفر سوم رو بیارید. از اون نفر سوم میپرسه که از این دوتا شاهد کدوم راست میگن کدوم دروغ میگن. حالا میگن چرا دوتا مرد نباشه یه زن نباشه؟ اگه دوتا مرد باشه که اصلا زن نمیخواد، اما اگر یک مرد و یک زن باشه، بین اینها شاهد سوم، قرآن یک زن دیگه ای رو قرار داده که بر شهادت اینها حکومت میکنه. اون وقت برای اینکه ما حق زن رو از بین ببریم، ضایع کنیم، در فقه اینطور آمده که سه تا شاهد به دادگاه میرن. ابدا در این آیه شما نمیبینید که سه تا شاهد به دادگاه، دو تا شاهد به دادگاه میرن، اگر لازم شد و قضیه حل نشد، شاهد سوم برای رفع اشکال به دادگاه میره. یعنی یک زن میره به دادگاه، اختلاف موجود بین شهود رو برطرف میکنه. اینطور چرا به زن نگاه نمیکنه که الان دادگاه مانده که چه بکنه؟ اون دو نفر که قرارداد بستن که با هم دعوا دارن، دو تا شاهد آوردن که کیس اینها رو تعیین بکنه، خود اونها با هم دعوا کردن، چهار نفر دارن تو دادگاه میجنگن، بدهکار و بستانکار، شاهد مرد با شاهد زن، یک نفر رو قاضی میاره که این دادگاه رو به صلح بیاره و کار رو قاطعیت بده، ختم دعوا کنه، قطع دعوا کنه، میگه به زن سوم بگید بیاد، به زن دوم بگید بیاد، زن دوم میاد میگه این آقا راست میگه، این خانم دروغ میگه، هر چه تمام میشه، قاضی تصمیم میگیره. پس اینجا یک زن معادل دو شاهد اعتبار داره، نه نیمه یک شاهد. یعنی حق شهادت زن و اعتبار شهادت زن که دو برابره یک مرده، در این آیه اظهار شده که نصف مرده. این نوع خیانت ها و این نوع دروغ ها حتما بایستی که برملا بشه. حالا در این آیه راجع به عقد صحبت میکنه و راجع به ازدواج. عقد رو همون عقد میگه، عقد نکاح، منظور نکاح که میگه، عقد نکاح رو میگه. در مقابل این عقد نکاح به یک ازدواج نکاح هم اشاره میکنه، چون قرارداد عقد یک قراردادی است که بایلترال هست، یعنی دو پله‌ای هست، یعنی اول تعهد در مقابل تعهد و بعد پرفورمنس در مقابل پرفورمنس، انجام تعهد در مقابل انجام تعهد. یعنی اول زن و مرد تعهد میکنن
نمیتونن تعهد رو انجام بدن. زنا میشه اگه بخوان تعهدش. تعهد یعنی این که با هم دیگه رابطه جنسی داشته باشن. بنابراین اول تعهد میکنن. تعهد چی؟ قول میدن، پرامیس میکنن، قول میدن به هم که خانم بله من میخوام شوهر شما باشم. می تعهد دیگه. شوهر میدونه چقدر با خودش حمالی و تعهد داره. اون زن میگوید که اتفاقا منم قبول کردم حمالی شما رو، شوهر ببخشید شوهری شما رو، منم حاضرم که ملکه شما باشم. خب این دوتا تعهد رو انجام دادن، فعلا تعهدها سر جاش هست. من خانه شما رو سال دیگه رنگ میکنم، شما هم 70 سال دیگه $10 به من میدید. قولها رد و بدل شده، قرارداد بسته شده، الان شما مسئولید که 70 سال دیگه $10 به من بدید. من هم مسئولم 6 ماه دیگه خونه شما رو رنگ کنم، نکنم به دادگاه شکایت میکنید. تعهد شده، تعهد بسته شده، کنار گذاشته شده، نه خانه رنگ شده نه پولی به من داده شده. این مرد و این زن تعهد میکنن که زن و شوهر باشن، هنوز زن و شوهر نشدند. تعهد میکنن، تمام میشه جشن و عروسی و بزن و بکوب و چه و اینها. این عروسی هایی که دور ما میشه، یک جایی ما رو دعوت کرده بودن برای اینکه بریم دو نفر رو عقد کنیم. گفته بودم بهشون که خودتون میتونید عقد بکنید، احتیاجی گفتن نه شما میخواییم بیان که عقد من اشرافی باشه اونا، مثل میز و صندلی ها اینا، یا عاقدی هم صدا میکنن که به حساب خودشون مثلا خوب باشه و نمیدونم چی باشه. رفتیم اونجا و خیلی هم پدر عروس راجع به فقیر و یتیم و اینها خیلی صحبت میکرد و زیاده گویی میکرد. بعد دیدیم که این جمعیتی که شاید 600 نفر 700 نفر برای اون مهمانی دعوت شده بودند و اینها، ما رو هم یه گوشه جا داده بودن که شام دعوت کرده بودن که آخوند بالاخره میره عقد میکنه، یه شامی هم بهش بدن، یه پولی هم بهش بدن. اونجا من پرسیدم همینطوری فضولتن که این بشقابا خیلی بزرگه و غذا و اینا خیلی اینجا زیاده، یکی چند هستیم مثلا $8 $10 $5 چقدر؟ گفتن که هر بشقاب غذا $600، $600 آمریکایی برای یه بشقاب غذا، که خب خیلی خوب بود. یه کمی با البته با تخمین من تفاوت میکرد، من $6 $10 اینها فکر میکردم، ولی مثل که خیلی بیشتر بود و فکر کردم که 700 نفر ضرب در $600 یه چیزی حدود $420,000 اگه اشتباه نکنم پول غذا میدادن. آدم هایی که هیچ کدومشون هم اون غذاها رو نمیخوردن، چون انقدر غذا زیاد بود و این آدم ها هم انقدر غذا میخورن که اصلا نمیتونن غذا بخورن. اون هیچی. حالا بعد اونجا ما بالاخره خطبه عقدشون رو انجام دادیم و خواستن که به ما پولی بدن. گفتیم ما خودمون پول نمیگیریم، ولی یه بنیاد خیریه هست، حالا اگه میخواین به اون بنیاد خیریه کمک کنین، نمیخواین خودتون مستقیم برید به جاهایی که ما کمک میکنیم کمک بکنید. و بالاخره عقد انجام شد و در اونجا وقتی توضیح میدادیم به اینهایی که این عقدی که شما انجام میدید، این عقد هنوز ازدواج نیست، تعهد به ازدواج و شما رو مجاز میکنه که ازدواج کنید، منتها چون ازدواج یک پایه شرعی هم داره، یعنی تماس مرد و زن با همه که باید تابع قانون عقد باشه، این است که این عقد بسته میشه و در واقع این عقد جوازه ازدواج رو به شما میده، خود ازدواج نیست. و علت این که حالا اونجا رو مثال زدم به خاطر این بود که چند روز بعد اومدن دو مرتبه سراغ ما و گفتن که به دلایلی که حالا قابل بازگو نیست گفتن طلاق میخوان اینها. و من هم چون طلاق بلد نیستم گفتم عقد رو من بلد بودم انجام دادم، طلاق رو باید به کسی دیگه بدید و به کسی دیگه دادن. صحبت این بود که همونجا که اون شب شام میخورن
اینها میرن به سالن که اتاقی براشون در هتل گرفته بودن و اونجا بعد از یک مدتی حالا یا کتککاری میشه یا سر صدا میشه هر چی میشه که بعد از اون تقاضای طلاق میکنن. علت این که من طلاق دادن رو قبول نکردم برای این بود که اختلاف نظر داشتم با اونها. فکر میکنم که 1,000,000 دلار آمریکایی مهریه اون زن بود و داماد معتقد بود که بر اساس آیه قرآن در این عقد نکاح همراه نبوده، عقد بدون نکاح بوده، عقد بدون ازدواج بوده و بنابراین بر اساس آیه قرآن نصف مهریه به زن تعلق میگیره، 500,000 دلار از این پول باید کم بشه و تعهد مرد باشه آزاد بشه، مرد از نیم این پول باید آزاد بشه. اون که میگفت همش باید آزاد بشه به دلایل خودش که حالا بحثی راجع به اون موضوع نداریم و از ما میخواستن که ما هم طلاق بدیم هم در دادگاه شهادت بدیم که چنین است و چنان است. گفتم من اصلا با این نظر داماد موافق نیستم برای اینکه ما ازدواج رو تو رخت خواب اندازه نمیگیریم، ما ازدواج رو بیرون رخت خواب اندازه میگیریم. ما نگاه میکنیم که جامعه و معروف، قرآن وقتی میگه معروف شوخی نگیرید، معروف قرآن رو، عرف رو وقتی قرآن مطرح میکنه دیم عرف جامعه چیست. هر زمانی که مرد و زن دست به انجام اعمالی بزنند که فقط در سایه تعهد نکاح قابلیت وقوع دارد، اون ازدواج محسوب میشه. ازدواج ربطی به رابطه نزدیکی زن و مرد نداره اصلا. ممکنه یک زن و مردی ازدواج بکنن 50 سال میل نداشته باشن توی یک رخت خواب بخوابن اصلا، پس ازدواج اونها باطله، پس ازدواج نشده، پس بعد از 50 سال مهر زن نصف میشه. قسم نامه امضا کنند که به این امام، به این حضرت، به این کی ما هیچ وقت پلو هم نخوابیدیم، دست هم به هم نزدیم. بنابراین چه باید بکنیم؟ باید قبول بکنیم که عقد کردن، نکاح نکردن، نمیدونم چه کار نکردن، پس نصف مهریه داده بشه. نه، اگر از چشم جامعه و بر اساس عرف جامعه رابطه بین اینها خارج از رابطه دو آدم غریبه باشه، دو تا آدم غریبه میرن توی یک اتاق هتل، یک مرد و زن غریبه که سالم هم باشن، فاسد هم نباشن، فامیل هم نباشن، خواهر برادر هم نباشن، دو تا مرد غریبه، دو تا زن و مرد غریبه در یک اتاق هتلی که برای شب زفاف درست کردن وارد میشن، در رو هم میبندن، بعدم دعوا میکنن، جیغ و داد میکنن، میان بیرون. آیا همه زنها و همه مردها میتوانند که به هتل تنها بروند و در رو ببندن و همین کارهایی رو بکنند که اینا کردن؟ نه. پس ما تلقی میکنیم که ازدواج انجام شده. ازدواج به این نیست که فعلی بین اونها تعامل جنسی شده باشه، وارد مرحله از زندگی شدن که اون مرحله از زندگی از حد معاشرت آدم های غریبه در یک جامعه عرفی تجاوز کرد. بنابراین حکم من این بود که شما نکاح کردید. حالا هی میگه به حضرت عباس من نکاح نکردم، ببرید این دختره رو دکتر و ببینید که ما نکاح کردیم یا نکردیم. گفتم هر چی کردید یا نکردید اصلا صحبت من موضوع تداخل و تعامل جنسی نیست، موضوع من داشتن رابطه است که اون رابطه در انحصار کسانی است که محرم باشن. یعنی شما وارد محرمیت شدید نه وارد امور جنسی. حالا ممکنه دلتون نخواد امور جنسی انجام بدید اصلا، به من چه ارتباطی داره؟ من از نظر یک کارشناس نگاه میکنم که فقط زن و شوهر میتونن تو این اتاق برن تنها به قصد نکاح. یعنی شما در واقع محرمیت رو پرکتیس کردین، محرمیت رو به کار گرفتید و همون کار گرفتن محرمیت دلیل بر وقوع نکاح هست، حتی اگر نکاح نشده باشه. گفتن نه خیلی شما سواد نداری اینا، ما میریم دنبال یک آخوند خوبی که
بلد باشه این چیزها رو رفتن، مثل این که اون آخوند هم بلد بوده، نمیدانم دیگه. در این آیه به این علت من این مقدمه طولانی رو عرض کردم که این موضوع با سرنوشت بسیاری از خانواده ها بستگی داره، و اون وقت این صحبت مطرح میشه که در مورد عقدهایی که قبل از این عقد رابطه جنسی وجود داشته، بعد در یک زمانی عقد کردن و بعد رابطه جنسی قطع شده، یا عقد کردن بعد رابطه جنسی ادامه پیدا کرده. و برای اینکه یک کمی هم فرمول رو مشکل تر بکنیم، اینها مدعی هستند که در یک زمانی مخفیانه صیغه عقد خوندن بین خودشون، هیچ کس هم نمیدانه، جایی هم ننوشته، بعد رابطه جنسی شروع شده بین اینها، بعد فکر کردن که خب این رابطه دو ساله سه ساله هرچی که بوده، حالا این تبدیل بکنن به یک عقد علنی و یک جشن همگانی و ثبت و رسمیت ببخشن. پس یک صیغه عقد بوده، یک واقعه نکاح بوده، یک صیغه عقد دیگر بوده و ادعای نبودن واقعه نکاح بوده، و حالا از ما میخوان که در مورد این حکم بدیم. یا اینکه اون عقد رو وقتی ما میخوایم انجام بدیم میپرسیم شما با هم بودید یا نبودید، در یک عقد دیگری ما دعوت شده بودیم، همین کارها رو کردیم، الحمدلله دیگه کسی سراغ ما نمیاد. که پرسیدم از اینها که شما چه رابطه قبل از اینی که من الان میخوام صیغه عقد برای شما بخونم که زن و شوهر بشوید، قبلا چه رابطه‌ای با هم داشتید؟ گفتم حالا ما جلوی مردم که نمیخوایم به شما بگیم چه رابطه داشتیم. گفتم تنها مسافرت کردید، در یک اتاق تنها خوابیدید، در یک جای تنها بودید، این طور بوده اون طور بوده، جامعه چطور به شما نگاه میکنه؟ دارای رابطه بودید از چشم جامعه؟ شما دو تا در اینجا کار میتونید انجام بدید، یکی بگویید که زنا میکردید که نمیکردید، چون زنا باید یک طرف به زور باشه، یا اینکه تعارض قانونی داشته باشه. شما تعارض قانونی نداشتید، کار رو هم به میل کردید، خب ازدواج کردید با هم، همین که تو چشم هم دیگر رو نگاه کردید گفتی زن من میشی، گفته بله، گفته من شوهر من میشی، گفته بله، ازدواج شاخ و دم نداره که، ازدواج دیگه. بنابراین شما در این حالت میخواید چی کار بکنید؟ میخواید ازدواج مجدد بکنید؟ عقد مجدد بر چی بکنید؟ گفتن برای اینکه میخوایم عکس بندازیم و لباس بندازیم، نمیدونم برای عمم عکس بفرستیم. گفتم اون کارا عقد مال این نیست که برای عمه جانتون عکس بفرستید، عقد مال اینه که رابطه غیر محرمه دو نفر رو تبدیل به رابطه محرم بکن. و شما این کار کردید خودتون بدون اینکه من باشم، بدون احتیاج به من داشته باشید. این دومی جشنه، میتونید یه ادیتور بیارید عقدی رو ادیت بکنه برای شما، ولی اینکه صیغه عقد رو مجددن بخونن دهنکجی به قانون قرآنه. این قوانینی که مربوط به عقد و نکاح، یعنی این دوتا رو که از هم ما جدا باید بکنیم، و فاصله بین این دوتا از نظر اقتصادی در قرآن خیلی به دقت بیان شده، برای اینکه حق مهریه زن اگر که ازدواج نشده باشه، نکاح انجام نشده باشه و این موضوع به روشنی اثبات بشه، نیم مهریه زن در اینجا برباد می رود. این است که خیلی مهمه این موضوع که بیننده دقت کافی به این مفاهیم بکنه و اینها رو با ما دنبال بکنه و انشاءالله به یک نتیجه معلوم و مفروضی برسیم. در این آیه قرآن می گوید که لا جناح علیکم ان طلقتم النساء ما لم تمسهن او تفرضوا لهن فریضه، برای شما گناهی محسوب نمیشه، جرمی محسوب نمیشه اگر طلاق بدهید زنانی رو که با اونها مباشرت نکردید. این حکم اوله، یعنی شما عقد کردید، الان میخواید طلاق بدید، هنوز هم هیچ رابطه‌ای با هم ندارید،
میتونید که اون زن رو طلاق بدید؟ قرآن میگه بله. زن و مرد با هم میرن طلاق میگیرن، همون وقت که عقد میکنن یک ساعت بعدش هم اعلام طلاق میکنن و از هم جدا میشن. در این حالت قرآن میگوید از اون چه که تعهد کردی به عنوان بدهی، به عنوان تعهد، حالا مهر باشه یا غیر مهر باشه، که ارتباط با نکاح داشته باشه. یک وقتی شما به همسرتون یک پول سنگینی به عنوان هدیه میدید، اسمی که میبرید مهمه. میگه این پول رو برای چی به زنت دادی، به این خانم دادی که حالا زنت هم نیست مثلا یا هرچی؟ میگه اینو چون دوست داشتم این پول رو بهش بدم، خوشحالش کنم. میگم خیلی خوب، تو خوشحالی گرفتی از این خانم، این پول رو بهش دادی، اون معامله تمام شده. یک خانم بهش دادم، مادرم هم هرچی جواهر داشت پس به گردنش و گوشش و سرش و اینها، اونها رو هم میخوام اونها رو هم نمیتونی پس بگیری. چرا؟ اونها رو برای چی دادی بهش؟ میگه برای اینکه خوشحالش کنم. هر چی که برای خوشحالیش دادی خوشحالش کردی، تمام شده، خرید و فروش کردین، تمام شد. اما اگر شما به عنوان حمایت از همسر، حمایت از همسر، نه این خانم، ما خیلی مشکل داریم که شخصیت یک آدم رو، موقعیت یک آدم رو با خود اون آدم از هم جدا کنیم. در خود قرآن ما شخصیت حضرت محمد رو، که درود خدا بر او باد، ما شخصیت حضرت محمد رو از شخصیت رسولی به نام محمد مأموراً اشتباه میکنیم و این رو جای اون میگذاریم، رسول رو جای محمد میگذاریم، محمد رو جای رسول میذاریم. میگن ها فرقی ندارن که. خب مگه همین محمد رسول نبوده؟ چرا؟ پس خودشه دیگه. اینطور نیست، خودش نیست، رسول یکی دیگه است، محمد یکی دیگه است. گاه گاهی که وحی نازل میشه این دوتا یکی میشن، وحی رو دریافت میکنن، وحی رو پرداخت میکنن، باز از هم جدا میشن. رسول الان دیگه وجود نداره، محمد وجود داره، آدم معمولی کار معمولی داره میکنه. الان میخواد وحی نازل بشه، رسول پیدا میشه، میاد میچسبه به محمد، قالب و مقلوب، ظرف و مظروف، در دل رسول، در دل محمد رسول جا میگیره، پذیرای وحی میشه، از دهان محمد، قالب محمد وحی تلاوت میشه، بیرون میاد، تمام میشه، محمد به حال عادی برمیگرده، ظرف و مظروف از هم جدا میشه، باز هم محمد محمد میشه. رسول هم یک پدیده ایست که فقط وقتی وحی میاد رسول هم پیداش میشه، وقتی وحی نیست رسول هم نیست. کجا میره؟ نمیدانیم. مثال نمک طعام بارها در این برنامه گفته شده، کلور و سدیم رو با هم ترکیب میکنید نمک طعام میشه، کلور و سدیم رو از هم تفکیک میکنید نمک طعام از بین میره. نمک طعام کجا بود که از بین میره؟ عامل سومه، از جایی میان قاطی میکنن روی این. یا خود اینها هستن، رسالت به اضافه محمد با هم ترکیب میشه رسول میشه، ترکیب میشه رسول میشه، رسالت از محمد جدا میشه رسول، همون جایی که نمک طعام رفت رسول هم همونجا رفت، از هم جدا میشه، کلور از سدیم جدا میشه، نمک طعام کجاست؟ هیچ کجا. کلور هست و سدیم، دوتا سم کشنده، اینها رو با هم ترکیب میکنید نمک طعام به وجود میاد، نمک طعامی که سفیده، مطبوعه، نمیدونم لذیذه، چی، هر چه هست. کجاست نمک طعام؟ در کلور یا در سدیم؟ در هیچ کدام، در کدام، در هر کدام، در هر دو. یعنی وقتی اینها ترکیب میشن نمکی به جا نیست، وقتی جدا میشن نمکی نیست، وقتی به هم ترکیب میشن نمک هم وجود میاد، خودشون دیگه نیستن، نه کلور اونجاست نه سدیم، نمک طعام هست. در دل نمک طعام کلور و سدیم هست، وقتی تجزیه میشه، تا تجزیه نشده وجود نداره، خاصیت هم نداره، نمک خاصیت داره. رسول و رسال، محمد و رسالت ظرف و مظروف هستند، اینها وقتی با هم ترکیب میشن رسالت به وجود میاد، رسول به وجود میاد و
و رسول یک پدیده ایست که دریافت وحی میکنه و پرداخت وحی میکنه، کارش تمام میشه. کارش که تمام شد، تجدیه شروع میشه، رسول از محمد جدا میشه و محمد میشه بشری مثل من و شما به گفته قرآن، تا زمان دیگری که باز وحی بیاید. 23 سال این وضع تکرار میشه، اما ما ظرفیت پذیرش این رو نداریم. هر کجا در قرآن گفته اطیع و رسول، میگه من گفته که از این محمد اطاعت کنه. میگیم این محمد چه ربطی به رسول داره؟ الان که رسول نیست. میگن نه، همین قرآن نوشته که محمد و رسول یکی هست. در صورتی که اطاعت از رسول عبادت است، اطاعت از رسول عبادت است و واجب، و اطاعت از شخص محمد شرک است و باطل. دقایق کوتاهی به تنفس می‌پردازیم، باز می‌گردیم با شما خواهیم.